اصولا مود مولتیپلای به تصویر یه حس باف دار شدن میده. مثلا اینجا من عکس خودم رو اگر مودش رو بذارم روی الان روی نورمال هست، یه بار با هم میبینیم. اگر من حالا بذارمش روی مود مولتیپلای، یک بار دیگه که با هم ببینیم، میبینیم که بافت تصویر زیری رو از توی عکس من میشه دید و اصولا قسمت های تیره رو چون حفظ میکنه، قسمت های روشن رو ور میداره، یک همچین حسی معمولا به تصویر میده. اما برعکس اون گروه اسکرین و اد هستن. من اینجا یه دونه کارگردان ممکن از ما خواسته باشه که یه شعله به پشت این اسکیواز اضافه کنیم و شاید میخواسته مثلا چیز بکنه که این خیلی حرکتش آتشینه و حالا چه میدونم یه همچین چیزی. اینجا شما همونطور که میبینید این شعله ما حس خیلی خوبی نداره. اما اگر من بیام توی همین شعله همین لایه‌اش رو انتخاب بکنم و فقط مودش رو از حالت نرمال که الان هست و این چیزی که الان ما با هم داریم میبینیم تبدیلش بکنم به اد، و خب حالا شما اگر ببینید خیلی روشن هست و خیلی شعله وره. منتها ممکنه بازم چیز نباشه که ما بخوایم بذارمش روی اسکرین. شدت اسکرین از اد کمتره، به همین خاطر ممکنه اینجا مناسب تر باشه بر کارمون. خب نه اینکه این الان بهترین اتفاقی که تو دنیا میتونست بیفته، ولی خب محض تدریس. به هر صورت اگر ما بلندینگ مود این شعله رو عوض بکنیم تبدیل میشه به یه همچین شکلی. اما غیر از این دوتایی که من براتون توضیح دادم یه چیز دیگه ای، اما اینجا یه گروهی هم داریم که گروه اوورلی مثلا، که تصویر بالایی رو با تصویر پایینی ترکیب میکنه. اینطور که شما اینجا میبینید یه مقدار بیشتر داخل شعله قرار میگیره. سافت لایت این شرایطی که شما تصویر لایه بالایی رو روی یه تلق گذاشته باشین و از پشتش نور بدین، یه همچین حسی تقریبا به تصویر میده. میدونی شما خیلی از اون پشت دیده میشه همه چی و حالا خیلی غلیظ نیست. هارد لایت یه مقدار شدیدتره. ویوید لایت خیلی خطا رو شما درست‌تر میتونید تشخیص بدین و خیلی شارپتره. لینیر لایت هم که شبیه به لینیر برن و لینیر داج هست خیلی ساده تر میشه گفت. پین لایت هم برای زمانی خوبه که شما میخواین یه بافت رو به تصویر ترکیب بکنید. و شاید غلیظترینش روی هارد میکس باشه که یه مقداری حالت کارتونی به تصویر میده. توی قسمت بعد با هم گروه استنسیل ها رو میبینیم.